در عرفه انتخابات پریزیدنتی 18 ایون وضع ناگوار اقتصادی ایران را میتوان از لحن ناامید طلبنده های سرشمار و مردم بیخونه و در تهران مشاهده کرد. مثلا کسی که میاد نوازندگی خیابون میکنه یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره یا اینکه توانایی کار نداره. در مقایسه با یک سال پیش نرخ مواد نیازی اولیه 47% بالا رفته، بسیاری ها قدرت خریداری آن را از دست دادند. خیلی وحشتناک شده، یعنی ما روزایی داریم که از 100% مشتریای ما کاهش پیدا کردن 20% و اون 20% 10% دنبال میوه‌های ضایعاتی میان، حتی میوه‌هایی که اصلا قابل مصرف نیست. مشاهده کنید اصلا خیلی افتضاحه. در کوچه ها اعلان در برای خرید و فروش اعضای بدن انسان هم به چشم می خورد. نفر گروه خون و رقم تلفنش را نوشته اعلان کرده است که حاضر است یک گردش را فروشد. به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم، نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی به این پول قرض میده، باز با یک کلی هم میشه زندگی کرد. اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشن. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر. بیشتری ها ناکامی حکومت زیر رهبری پریزیدنت حسن روحانی به ویژه ناعهده برایی دولت در مبارزه با سرکشی از سپردن انداز، خصوصی گردانی شبه برانگیز مؤسسه های دولتی، معاش های پرداخت نشده، بیکاری و فشار بین المللی را سببگاری این وضع می شمارند. در این روزها کم نفری پیدا می شود که به تغییر وضع بعد انتخابات باور دارد.